حالت جامد مولکول‌ها نمیتونن آزادانه به اطراف حرکت بکنن. به همین دلیلی که ما همیشه جامدها رو در یک شکل مشخصی میبینیم. جامدها هم بر اساس نوع ساختارشون انواع اقسام گوناگونی دارن. اولین نوع جامد بلورینه که مولکول‌ها به طور منظم کنار همدیگه در یک الگوی سه‌بعدی تکرار میشن و طرح‌های منظمی رو به وجود میارن. نمک‌ها، الماس، یخ، فلزات و غیره جامدهای بلورین هستند. این دسته از جامدها زمانی تشکیل میشن که یک مایع به آهستگی سرد میشه تا در این حالت مولکول‌ها فرصت کافی داشته باشند تا در طرح منظمی کنار همدیگه قرار بگیرند. دومین نوع از جامدها هم جامد بیشکل یا آمورف هستش. ساختارشون مانند جامدهای بلوری نیست و مولکول‌ها در طرح‌های نامنظمی کنار همدیگه قرار گرفتن. شیشه، قیر، کره از جمله جامدهای بیشکل هستن که این جامدها از سرد کردن سریع مایعات به دست میان و دلیل طرح نامنظم هم همین سرد کردن سریع، چرا که مولکول‌ها فرصت کافی ندارن تا در طرح منظم مرتب بشن و کنار همدیگه قرار بگیرند. اما سومین حالت از ماده مایع نام داره. از نقاط مشترک مایعات و جامدات فاصله بین اتم‌ها و مولکول‌ها هستش که تقریباً این فاصله برابره و در حدود یک آنگسترومه. مولکول‌های مایع مانند جامدهای بلوری نظم و تقارن ندارند و به صورت نامنظم کنار همدیگه قرار گرفتن. همچنین در مایعات ذرات آزادانه به اطراف خودشون حرکت میکنن و به سرعت هم روی همدیگه میلغزن و به راحتی هم جاری میشن. این خاصیت باعث میشه زمانی که یک مایع رو درون یک لیوان میریزیم، مایع به شکل لیوان در بیاد و با کج کردن لیوان آب به راحتی سرریز بشه. اما یکی از پدیده‌های مشاهده شده در مایعات پدیده پخش نام داره، به طوری که حرکت نامنظم و کاتوره‌ای ذرات مایع باعث ایجاد این پدیده در مایعات میشه. یک مثال ساده‌اش افزودن شکر در چای هستش که بعد از مدتی چای ما شیرین میشه. دلیل این شیرینی پخش مولکول‌های شکر در درون مایع چای هستش. یا همونطور که در شکل می‌بینید، اگر چند قطره جوهر رو در یک لیوان آب اضافه کنیم، به تدریج با مرور زمان رنگ مایع تغییر می‌کنه. سرعت پدیده پخش در مایعات کمتر از گاز هاست، زیرا سرعت حرکت مولکول‌های مایع نسبت به سرعت حرکت مولکول‌های گاز بسیار کمتر هستش. اما آخرین و چهارمین حالت، حالت گاز هستش. این تصویر یک کپسوله که داخل اون پر از گاز هستش. درون این کپسول مولکول‌های گاز وجود دارن. معمولاً گازها دو ویژگی خیلی مهم رو دارن. اولین ویژگی اینه که گازها شکل مشخصی مثل جامدات ندارن. خب حتما یادتون مونده که شکل مایع هم مثل ظرفی میشه که مایع رو داخل اون می‌ریزیم. ولی گازها شکل مشخصی ندارن. دومین ویژگی اینه که مولکول‌های گاز میتونن آزادانه و با تندی بسیار زیاد به اطراف خودشون حرکت کنن. در طول این حرکت مولکول‌ها هم به یکدیگر و هم به دیوارهای ظرف برخورد میکنن و مرتباً تغییر جهت میدن. و همین خاطر جنس حرکتی مولکول‌های گاز هم به صورت نامنظم و کاتوره‌ای هستش. البته ذکر این نکته هم لازمه که یکی دیگه از ویژگی‌های گازها پدیده پخش در اونها هستش که دلیل اون حرکت آزادانه و نامنظم مولکول‌های گازی در محیط اطرافش است. تو زندگی روزمره بارها باهاش مواجه شدیم، مثل بوی عطر یا بوی غذایی که حس کردیم به سبب پدیده پخش گازها بوده. بخش حالت‌های ماده تموم شد. این جدول رو به عنوان جمع‌بندی حالت‌های ماده یادداشت کنید و یاد بگیرید. ضمناً هر چه حالتی فشرده‌تر باشه مثل حالت جامد، تراکم پذیریش هم کمتره و هر چه فاصله بین مولکول‌ها بیشتر باشه، تراکم پذیری من هم بالاتر خواهد بود. یک نکته بسیار مهم در مورد نیروهای بین مولکولی این که